کشی های استرالیایی توانستن سیگنال های مشابه با فرکانس جبه سیاه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی دریافت کنند. یک کشتی چینی هم برای بار دوم در 24 ساعت گذشته علائم مشابهی ثبت کرد. هنوز مشخص نیست که این امواج مربوط به هواپیمای ناپدید شده است یا خیر اما چندین کشتی و هواپیما به محل دریافت علائم آزم شدند. مارشال آنگوس سوستون فرمانده عملیات جستجو نیز گفت برای بار دوم علائم صوتی دریافت شدند و اکنون در تلاشی مشخص کنیم آیا آنجا چیزی وجود دارد یا خیر در همین حال یک هواپیمای چینی نیز توانست چندین شیء سفید رنگ ناشناس را در محدوده جستجو پیدا کند سیستم مکانیابی جعبه های سیاه به باتری های مجهز است که حدود یک ماه عمر دارند و با پایان این مدت یافتن جعبه سیاه تقریبا غیر ممکن می شود.